سلیبریتی هایی که ما معمولا توی دنیای دور و برمون میبینیم توی دنیای واقعی خیلی با شخصیت های توی فیلم هاشون فرق دارن. یکی از این فرق ها هم همجنسگرا بودنشون هست و سلیبریتی هایی که شاید فکرشو هم نکنید همجنسگرا هستن. من حامدم و به کانال فارسی آب خوش اومدید و توی این ویدیو این سلیبریتی های همجنسگرا رو بهتون معرفی میکنیم. لطفا یادتون نره که یه لایک به ویدیو بکوبید و اگه تا حالا عضو خانواده فارسی آب نشدید کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا اولین نفر از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید. خب میریم سراغ مورد اول، سر ایان مک‌کلین. آقای ایان مک‌کلین یکی از شناخته شده ترین بازیگران بریتانیایی هست و در طی دوران حرفه‌ایش با ارائه نقش‌های بی‌نظیر خیلی از دوستداران سینما رو انگوش به دهن باقی گذاشته. از کارهای خیلی مشهور او بازی معرکه او در فیلم‌های هابیت و ارباب حلقه هاست که برای اکثر ماها خاطره انگیزه. با اینکه خیلی از مردم میدونن که آقای مک‌کلین خیلی با استعداد و دوستش دارن، ولی اکثرا نمیدونن که او یک همجنسگراست و جزو جامعه LGBTه. او از سال 1988 این موضوع رو با افتخار اعلام کرده و از همون موقع برای منافع LGBT جنگیده و تلاش کرده به تمام مردم بفهمونه متفاوت بودن گناه نیست و همجنسگرا بودن یا نبودن دست خود آدم نیست و ذاتیه. او هیچ وقت نذاشته که گرایش جنسیش باعث بشه نتونه در زندگی حرفه‌ایش موفق بشه و هر بار که پشت دوربین قرار گرفته همه عاشقش شدن و تونسته در جشنواره‌های مختلف یه عالمه جایزه و تقدیرنامه ببره. اولین رابطه او با یه دبیر تاریخ بود که در سال 1964 شروع شد و اونا به مدت 8 سال با همدیگه رابطه داشتن. او همچنین به مدت 10 سال با کارگردان تئاتر اهل بریتانیا یعنی سین ماتیس رابطه داشته و ایان مک‌کلین در سال 1991 به خاطر خدمت‌های بیشماری که به دنیای هنر داشته لقب سر یا همون آقای خودمون رو از آن خودش کرده. کولتون هاینز. خیلی ها این بازیگر و مدل آمریکایی رو به خاطر نقش های بی‌نظیرش در سریال های تین وولف و ارو میشناسن. کولتون هاینز از 15 سالگی مدلینگ انجام میداده و اصلا با دوربین غریبه نیست و الانم که فقط 32 سالشه به خاطر ظاهر جذابش میتونه زندگیش رو چه در حرفه بازیگری و چه در مدلینگ بسیار راحت جلو ببره. البته خب زندگی او همیشه اینطوری گل و بلبل نبود و یه زمان استرس و استراب شدید همراه همیشگیش بودن. او در ژانویه سال 2016 اعلام کرد که همجنسگراست و مردم هم از قبل یه حدسایی زده بودن که هیچ وقت توسط او تایید نشده بود. این حدس و گمان زنی ها زمانی که او نسبت به عکس خودش در مجله XY که مربوط به زندگی افراد همجنسگراست نظر داد بالا گرفت و کم کم همه مطمئن شدن که او پسرها رو به دخترها ترجیح میده. کولتون در سال 2017 با جف لیتام دیزاینر آمریکایی ازدواج کرد. البته طولی نکشید که رابطه اونها به هم خورد و بعد از کش و قوس‌های فراوان در آگوست سال 2019 از هم جدا شدند. از اون به بعد هم کولتون رابطه هاش رو کاملا شخصی نگه میداره و نمیخواد کسی بدونه که او با کی میخوابه. تیم کوک. احتمالاً بیشترتون میدونید که تیم کوک جای بالاترین شخص شرکت اپل یعنی همون جایگاه مدیر عاملی رو از استیو جابز به ارث برد و این موضوع مدت زیادی تیتر تمام خبرها بود. البته این تنها دفعه‌ای نبود که تیم کوک در صدر اخبار قرار گرفت و زمانی که مردم متوجه شدن او یک همجنسگراست، او بار دیگه در تمام اخبار ظاهر شد. در اوایل و زمانی که تیم جای استیو جابز رو گرفته بود و کارش رو شروع کرده بود، گرایش جنسیش رو برملا نکرده بود. البته هیچ وقت هم این موضوع رو تکذیب و یا تایید نکرده بود. اما بالاخره در سال 2014 همه چی تغییر کرد و او به دنیا اعلام کرد که همجنسگراست و به این موضوع افتخار میکنه و فکر میکنه این موضوع هدیه‌ای از طرف خداست. البته مدیران شرکت اپل از ابتدا میدونستن که او یک همجنسگراست، ولی خود تیم ترجیح داده بود که به کیفیت و موفقیت محصولات اپل توجه کنه و وقت خودش رو برای این چیزها تلف نکنه. تیم کوک با شرکت در برنامه تلویزیونی استیو کولبرگ دلیل تاخیر در علنی کردن گرایش جنسی سیش رو اهمیت به خصوصی نگه داشتن زندگیش بیان کرد، ولی آخرش تصمیم گرفت که این موضوع رو با دنیا به اشتراک بذاره، چون متوجه شد که بیان کردن این موضوع میتونه برای اقلیت LGBT خیلی خوشحال کننده و دلگرم کننده باشه و بدونن که تنها نیستن. الن پیج. الن پیج بازیگر و تهیه کننده اهل کاناداست که ما بیشتر اونو به خاطر بازی در فیلم‌های جونو و اینسپشن به خاطر داریم. او کار بازیگری رو از سن کم شروع کرد و با زحمات زیاد به موفقیت‌های چشمگیری در حرفه خودش رسید. البته شاید سخت‌تر از این همه زحمات برای به جای رسیدن بیان کردن احساسات و گرایش‌های جنسیش بوده باشه. الن در کنفرانس کمپین حقوق بشر که در سال 2014 در لاس وگاس برگزار شد، موضوع همجنسگرا بودن خودش رو برای اولین بار صراحتاً اعلام
اعلام کرد. 3 سال بعد هم یعنی در سال 2017 او در مصاحبه‌ای گفته که فیلمساز آمریکایی برد رتنر در پشت صحنه فیلم ایکس من موضوع همجنسگرا بودن الن رو وقتی فقط 18 سالش بوده به همه گفته و اصلاً برای این قضیه آمادگی نداشته. الن عنوان کرده که در اوایل کارش وقتی که هنوز برای خودش اسم رسمی نداشته همه بهش میگفتن که نباید همجنسگرا بودن خودش رو اعلام کنه چون ممکنه براش بد بشه و نتونه اونقدری که باید پیشرفت کنه. او در حال حاضر ازدواج کرده و همسر یک معلم رقص به نام اما پورتر هست، اما خب هنوزم که هنوزه از تاثیر حرفا و نظرات مردم و رسانه‌هایی که سالها با پخش کردن شایعه‌های مختلف عذابش میدادن رنج میبره. ونورث میلر. سریال زیبا و پرطرفدار فرار از زندان باعث شد که خیلی از ماها بچسبیم به تلویزیونامون و هر هفته منتظر قسمت جدید این سریال باشیم. این سریال همچنین باعث شد خیلی از بازیگرانی که تا اون زمان به اندازه کافی مشهور و محبوب نبودن درجه بالاتری پیدا کنن و حسابی سر زبون‌ها بیفتن. احتمالاً خیلی از ماها توی سریال ونورث میلر یا همون مایکل اسکافیلد خودمون رو خیلی دوست داشتیم، اما خب به احتمال زیاد هم نمی‌دونستیم که این فرد یک همجنسگراست. او در دوران نوجوانی خودش چندین بار خودکشی کرده که خوشبختانه هیچ کدوم موفق نبودن و میشه گفت دلیل این ناراحتی‌ها و مشکلات گرایش جنسی او بوده و اینکه هیچ کس او را درک نمی‌کرده. او در سال 2007 هم جنسگرا بودن خودش رو در مصاحبه‌ای با مجله این استایل رد کرد، ولی 6 سال بعد به طرز عجیبی ورق برگشت. او به یک جشنواره بین‌المللی فیلم در سن پترزبورگ روسیه دعوت شد، ولی این دعوت رو قبول نکرد و دلیل قبول نکردنش هم این بود که دولت روسیه رفتار درستی رو با همجنسگرایان نداره. او گفت که نمیتونه به جشنواره‌ای قدم بذاره که آدم‌های شبیه به او حق زندگی و عشق ورزیدن در ملأ عام رو ندارن، و اینطوری بود که ونورث میلر بگینگی اعلام کرد که از پسرا خوشش میاد و به صورت غیر مستقیم بیان کرد که همجنسگراست. الینور روزولت. الینور روزولت دیپلمات و فعال سیاسی طولانی‌ترین دوره بانوی اول بودن در تاریخ آمریکا رو گذرونده. شوهر او یعنی فرانک روزولت که 32مین رئیس جمهور آمریکاست 4 دوره ریاست جمهوری رو گذرونده و بین سال‌های 1933 تا 1945 این وظیفه رو بر عهده داشته. الینور همیشه به خاطر حمایت و صحبت کردنش راجع به حقوق سیاه‌پوستان آمریکایی در تیتر اخبار بوده و با داشتن شبکه رادیویی و برگزاری کنفرانس‌های خبری همیشه مردم رو از کارهای خودش مطلع میکرد. اما خب بزرگترین شایعه و حرف و حدیثی که راجع به الینور روزولت همه جا میچرخید رابطه او با خبرنگاری به نام لورنا هیچکاک بود و این شایعات چند دهه دوروبر الینور بودن و آزارش میدادن. بالاخره بعد از سالها اونا عشق شدیدشون رو نسبت به هم اعلام کردن. نامه هایی که بانوی اول کشور برای لورنا مینوشت پر از حرفایی مثل میخواهم تو را در آغوش بگیرم بود و شواهد نشون میده که این دوتا با همدیگه رابطه فیزیکی داشتن، ولی اعضای خانواده الینور بیشتر این نامه ها رو از بین بردن تا این رابطه مخفی بمونه. چند منبع اطلاعاتی دیگه هم اعلام کردن که تمام کاخ سفید در اون زمان گرایش جنسی بانوی اول رو میدونستن و در جریان بودن که او به احتمال زیاد یک همجنسگراست، ولی خب به هر حال او همسر فرانکلین روزولت بود و این یعنی در اون برهه از تاریخ نمیتونستن این موضوع رو بیان کنن چون عواقبش میتونست یک کشور رو به هم بریزه. سارا پالسن. سارا پالسن یک بازیگر 45 ساله آمریکاییه که در چندین فصل سریال آمریکن هارور استوری به ایفای نقش پرداخته و باید بدونید که مجله تایم اون رو به عنوان یکی از 100 چهره تاثیرگذار جهان عنوان کرده. سارا جوایز بسیار زیادی رو برده و مهمترین های اونها گلدن گلوب سال 2017 و امی سال 2016 هست. او در مورد گرایش‌های جنسی خودش خیلی آزادانه برخورد می‌کنه و هیچ ترسی از بیانشون نداره. او در مصاحبه‌ای در سال 2013 راجع به این موضوع گفت که گرایش جنسی او متغیر و نمیخواد به خاطر حرفا و نظرات مردم حرفا و تصمیمات خودش رو عوض کنه. میشه گفت که حرفای او هم درسته چون او تا حالا هم با مردها رابطه داشته و هم با زنها. او بین سالهای 2004 تا 2009 با شری جونز رابطه داشته، ولی قبل از اون فقط با مردها قرار میذاشته. او در سال 2015 با بازیگر آمریکایی هالند تیلر وارد رابطه شد و همینطور که خودتون حد میزنین سن سارا ازش خیلی کمتر و 32 سال کوچیکتره. سارا هم در جواب به این موضوع گفته که آدم عشقش رو انتخاب نمی کنه و عشق آدم رو پیدا می کنه. محمد خردادیان.
همینطور که بیشترتون میدونید محمد خردادیان رقاص و معلم رقص ایرانیه که در سال 1335 در سبزوار متولد شده و در حال حاضر در آمریکا زندگی میکنه. او دوران جوانیش رو در ایران گذروند و پس از انقلاب ایران به آمریکا مهاجرت کرد. در ابتدای دهه 70 شمسی محمد خردادیان با رقص در مکانهای مختلف و ساختن فیلمهای آموزشی رقص تونست خیلی طرفدار پیدا کنه و بسیار مشهور شد. او در سال 81 شمسی برای ملاقات پدر مریضش به ایران اومد و وقتی میخواست برگرده در فرودگاه مهرآباد دستگیر شد. بعد از اون هم او به شلاق و 10 سال ممنوع الخروجی از ایران محکوم شد، اما این حکم با اعتراض محمد خردادیان تجدید نظر شد و او تونست از ایران خارج بشه. او بعدها در مصاحبه‌ای گفت که دلیل سفرش به ایران دیدار با عشقش، یعنی یه پسر 21 ساله بود، و چندی بعد در مصاحبه‌ای در جای دیگه اعلام کرد که همجنسگراست و ترجیح میده که با یک مرد زندگی کنه. اگرچه خیلی ممکنه که خیلی از ماها از خیلی از علایق، سلایق و گرایش‌های همدیگه خوشمون نیاد، اما خب زندگی حق همه است و باید سعی کنیم همدیگه رو همون جوری که هستیم قبول کنیم و در کنار همدیگه زندگی کنیم. خب نظر شما چیه؟ داستان زندگی کدوم یکی از این افراد به نظرتون از همشون عجیب‌تر و یا جالب‌تر بود؟ لطفاً جوابتون و یا هر نظر دیگه‌ای رو که دارید برامون توی قسمت کامنت بنویسید. لطفاً کوبیدن لایک به ویدیو و سابسکرایب چنل رو هم یادتون نره. ممنونم از وقتتون. روز و روزگارتون خوش.